سلام، من دکتر هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای امریکاییان و ایرانیان و پروفسور دانشگاه راتگرز هستم. من در این ویدیو دو خبر خوش خدمتتون خواهم بود. خبر اول مربوط میشه به دو امریکایی که در ایران زندانی بودند به عنوان کسانی که از مرز غیرقانونی گذشتن و جاسوس، و در امریکا همین دو نفر به عنوان به اصطلاح کوهنورد معروف بودند. به هر حال خبر اینه که این دو نفر آقای شین باور و جاش پاتان به زودی آزاد خواهند شد. این خبر رو رئیس جمهور ایران جناب آقای محمود احمدی‌نژاد به دنیا داد در یه مصاحبه با ام بی سی. و اینجور به نظر میرسه که به اصطلاح مراحل آخر آزادی اینا در تهران در حال در جریان هستش. ما خیلی خوشحالیم که جاش و شین دارن برمیگردن به کشورشون. و همونجور که میدونید یکی دیگه از دوستاشون خانم سارا شورت در سپتامبر 2010 آزاد شد. افتخار داریم عرض کنیم که شورا در آزادی سارا الان در رابطه با این دو نفر هم یه سری فعالیت هایی داشته و کمک کرده و ما خیلی خوشحالیم که اینا دارن برمیگردن به امریکا و به خانواده‌شون میپیوندن. متاسفانه در این دو سال گذشته امریکایی‌ها و ایرانی‌ها بیش از پیش توی این جریان مشکل رابطه ایران امریکا درگیر شدن، یعنی مردم درگیر این مشکل شدن و این به نظر من یک حرکت خوبی نبود. و ما از اینکه امریکایی و یا ایرانی درگیر این رابطه مشکل باشه هم نگرانیم و هم متاسفیم. ما خیلی خوشحالیم که دولت ایران داره این دو نفر رو آزاد میکنه. ما دولت امریکا هم میخوایم که بخشی از ایرانی هایی رو که در این کشور و جاهای دیگه در زندان های امریکا و یا در زیر تحت نظر امریکا هستن نیز آزاد بشن. و اصولا این هم برای امریکا خوبه، هم برای ایران که دوتا ملت درگیر این مشکلی که وجود داره نشه. امیدواریم که در واقع این حرکت انسان دوستانه که از طرف ایران انجام شده طرف امریکا جواب انسان دوستانه بگیره. خبر دوم در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم در ایران، من فکر کنم اینجا هم یک خبر خوش کوچکی هست. خبر اینه که وزیر امور خارجه روسیه آقای لابراف طرحی رو پیشنهاد کرده و این طرح رو قبل از اینکه اصلا پیشنهاد بکنه با امریکا و ایران مشورت کرده. بنابراین اینجور به نظر میرسه به فهمیدیم که هم امریکا و هم ایران با چارچوب این طرح و این اصل موافقن. اون طرح اینه که دو کشور که ایران و از یه طرف و از اون طرف شورای امنیت سازمان ملل، یعنی اون 5 به اضافه 1 به اضافه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران بشینن سر این چارچوب این طرح و به طور تدریجی مشکلشون رو حل کنن. طرف ایران مشکل همیشه به اصطلاح عدم شفافیت بوده و یا اینکه نگرانی این بوده که ایران همه داستانها رو نمیگه و اجازه نمیده به اصطلاح به این جستجوگرای آژانس برن در ایران سرزده به اصطلاح تأسیسات اتمی ایران رو بازدید کنن. خوشبختانه اینجور به نظر میرسه که ایران آماده شده که در این رابطه بیش از گذشته همکاری کنه. و میگم بیش از گذشته برای اینکه از گذشته هم همکاری کرده ایران، واقعا بیش از گذشته همکاری کنه و مخصوصا قبول کرده که حداقل در یه چارچوبی اون اصلاح قرارداد که بهش میگن additional protocol، اصلاح پروتکل اضافی که آژانس بین‌المللی مطرح کرده که بر اساس اون قرار جستجوگرهای آژانس سرزده و نامحدود از تأسیسات کشورهای عضو
عضو به اصطلاح اون سازمان بازدید کنند، ایران مثل که قبول کرده این به اصطلاح معاهده الحاقی رو بپذیره و این رو قانونی کنه در چارچوب مجلس ایران و بعد انجام بده، که بر اساس اون معناش این خواهد بود که ایران اجازه میده جستجوگرهای آژانس سرزده به طور نامحدود از تاسیسات اتمی ایران بازدید کنند. در مقابل همین مزافری که امریکا با آژانس و بقیه تعهد خواهند کرد که تحریم ها رو با آرومی از ایران بردارن و بعدم وقتی که به اصطلاح این پرونده غنی‌سازی ایران عادی شد، این پرونده به طور کلی دوباره از سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل برگرده به آژانس بین‌المللی و به صورت یک پرونده عادی مثل بقیه پرونده ها باش برخورد بشه. ما امیدواریم که این حرکت انجام بشه، به درستی هم انجام بشه. ما اعتقاد داریم که هم ایران و هم امریکا باید حداکثر تلاششون رو بکنن که این مشکل حل بشه. ما خیلی خوشبختیم بگیم که فهمیدیم، جایی یاد گرفتیم، شنیدیم که هم امریکا و هم ایران جدی دنبال این کار هستن و هم اکنون که دارم صحبت میکنم مثل که دو کشور به اتفاق بقیه دارن در جاهای مختلف حداقل در رابطه با واسطه‌گری روسیه دارن روی جزئیات این جریان فکر میکنن و حرف میزنن. این بسیار بسیار به نظر من خبر خوبی خواهد بود اگر به نتیجه ای برسد، که امیدواریم این اینجوری باشد. بنابراین من میخوام در پایان این ویدیوی کوتاه از شما به شما بازم دوباره تکرار کنم که دو تا خبر خوش داشتیم، یکی در رابطه با آزادی این دو امریکایی که در ایران هستن و دوم در رابطه با این پرونده غنی‌سازی ایران که ممکنه در چارچوب طرح روسیه به طور تدریجی به یک تعلیه راه حل نهایی برسه. من در اینجا میخواستم از شما خواهش کنم که چون همیشه به شورا کمک کنید، به شورای امریکایی ایران با ما در تماس باشید. شما آدرس تماس ما رو و آدرس به اصطلاح اون سایت ما رو در همین زیر همین ویدیو خواهید دید ببینید و ما رو همچنین میتونید روی فیسبوک، یوتیوب، لینکدین و جاهای دیگه هم تعقیب کنید و من امیدوارم که با کمک هم در جهت پیشبرد کارهای خوبی نظیر همین آزادی دو گروگان و یا حل مسئله غنی‌سازی در کنار هم باشیم و کمک بکنیم. امید اون روز. مرحمتتون زیاد.